خداحافظ. خدا. راست سوال، فردا میای با من فوتبال؟ نه، به خواهرم قول دادم با جد بری ضرب کار. باش، خداحافظ. سلام. سلام، تو دائم دیر میکنی. بری. آره، این دفعه دیگه میخرمش، دیگه پولم میرسه. مسو جونه، هرکی دوست داری یاده نره بری یا پرزنتش به راست. باشه بابا، چند بار میگی؟ حالا ببینم، مطمئنی که آدرس خونتون عوض نشده؟ مطمئنی مادرت خونه است؟ آخه تو بیشتر از اینکه خونه خودتون بخوابی تو کلانتری ها خوابیدی. نمیدونم ولی هر جا رفته باشه اتحاج مهد پرویز هم لکی سری محل اون میدونه، سراغش از اون تو بگی. باشه، خیالت راحت بشه. قربونه، خداحافظ. کجا؟ فکر کردی ما اینجا بیکاریم؟ برگ مرخصید؟ ببخش، حواسم نبود. بفهم. سرکار صادق خیلی بهت حال داده، اونم تو دوره آموزشی به کمتر کسی مرخصی میدن. سرکار جون هر کسی که دوست داری بذار زودتر برم، دیرم شده، باید زود برگردم. ببین، از این در هر کی میخواد برد بیرون باید بازرسی بدنی بشه، اینجا قانون داره. عجب چیز مشتیه، خود درستش کردی؟ آره قشنگه؟ خیلی. سرکار جون هر کسی که دوست داری بذار زودتر برم. میتونی بری. برگشتی یه دونم از اینا برام درست کن. باشه؟ باشه، چشم. بروی چشم. چشم، بروی چشم. دیر نکنی ها، اضافه میخوری. کلن 5 ساعت مرخصی.
ماشاءالله جوان برومند سرباز وطن. آخ چه نعمتی این آزادی. تو بازداشت بودی؟ نه پیر من سربازم مگه نمیبینی؟ آه هست دهنت را بکن پیر من من نگدر خدا اولتامون در دیرم بینی جوانم چرایی یمدر من یوانم یخشی دیمرم من یوانم مالم پولم جانم من عزیزم من به هزار تا جوان برابرم قصد جسارت نداشتم. حالا آقای جوون میشه یکم بیشتر گاز بدی؟ وقت ندارم باید زود برسم. اولندن عجله کار شیطان دویو مندن ماشین من تونتر از این نمیره یعنی به حرفم گوش نمیکنم. من تا حالا سربازهای زیادی را در این مسیر سوار کردم میفهمم عجله یعنی چی. وقتی تو بزرگ بشی میفهمی رفتن همیشه رسیدن نیست اما چاره هم جز رفتن نیست. من که منظورتو خیلی نفهمیدم اما دارم میرم نامزدمو ببینم آخه امروز تولدشه به خاطر همین هم از که عجله دارم. پسر اول برو یه سیراب ایزان حسابی بزن به بدن تا زون بگیری. بعدم نمیگیو اتفاقا تو محلمون یه کله پزی خیلی ترتمیزه اسمش بره سفیده حتما میرم یه سر اونجا. نکنه همون سر مغل و دوله کله پزی سهزیا رو میگی؟ آره مگه میشناسیش؟ بسه میشناسم بابا رفیق قدیم این با هم از وقتی که تو ارمیه عاشق شدم اومدم اصفهان ها با هم رفیق شدم زیزوری اینزوری ها با هم میشناسم. پنج بار رفتم خواستگاری دختر حاج محمد سلطانی گرد فروش رد کردم. بعد سیزیا بهم گفت پسر بیا یه سیراب چیزان حسابی بخور با هم بریم ببینیم چی میشه. خلاصه رفتیم کار درست شد. بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. سلام عرضی خانم. سلام عزم خانم حالتون چطوره؟ چه عجب خوبم ممنون. سرکارست بار چطورم؟ اونم خوبه خدا را شکر. به هر حال بازنشستگیه دیگه حوصله‌شون سر میاد اما خب یه جورایی هم خودشونا مشغول میکنن اینجا. بفرمایید تو. مزاحم نباشن. زری جون هستن؟ نه خیر رفت دانشگاه اما خب دیگه حالا باید پیداش بشه. یه پارچه چادری آوردم برام بدوزن. قبلا میبردم پارچه هامو خیاطی بیتا همسایه از بستر به دست پنجه زری جونو کردن گفتم بیارم این سری مزاحمشون بشم. از بسکم سایا محبت دارم. سلام. سلام خسته نباشی. سلام مامان. سلام قربونت برم الهی مامان چه به موقع اومدی؟ ازم خانم این پارچه چادری آوردن براشون بدوزه. اگه عجله ندارین تا آخر هفته میدوزم. دستتون درد نکنه. بفرمایین تو تا اندازاتونو بزنم. بفرمایین. بفرمایین تو. اما زنم عمرش به دنیا کفاف نداد مرد منو تنها گذاشت. حالا من تنها موندم. تنها عشقم اینه که هر پنج شنبه برم سر خاکش. ببین هنوز انگشتریشم دار. خدا بیامرزدش. خدا همه منو بیامرز. قشنگه؟ تو نجاری پادگان ساختمش. خودت درست کردی؟ حتما کاده جشن تولد نامزده تا. آره دیگه یه جورایی. پس داری 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 را 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 را. چرا خاموش شد؟ میراد کلاسان خراب شد دیگه. خوش شد
حالا باید چی کار کنی؟ میشه بری هل بدی؟ هل بدم؟ بلکه روشن شد دیگه. بابا من دیرم شده. خب روشن میشه فاهم میریم دیگه. عجب غلطی کردیم ها. این شانس به این زبان بسط کار داری امو، این ماشین روشن نمیشه. منم دیرم شده، باید زود برسم. خودت یه کاریش بکن. من رفتم، خداحافظ. عزیزی همی جولالر آه بلهلر جولالر bir yaca ağlın olsa yoksun olsan gülenler خوبه خوبه رسیدیم همون سیراب چیردونم زد بیرون از مسئول دادم دیگه از خوردنشم پشیمون شدم من خودم با یه وسیله میرسونم خداحافظ دستت درد نکنه جوون خیلی از جوونید ببینی خدا به همراهت ببرد دیگه اذیت شدی دست شما در نکنه سلام چطوری دایی؟ خوبی؟ سامانه بیا دایی اومده سلام دایی جون سلام سامانه خانوم خوبی دایی؟ بله خوبم چی جور اومدی؟ مگه نگفتی بهت اجازه نمیدم بیای پیشمون؟ آره دیگه الانم به سختی اومدم خیلی هم عجله دارم باز زود برگردم چی خونه هست؟ خوبه دایی؟ آره دست در نکنه آب که گرمه؟ آره گرمه گرم خب بیا این لباس رو آویزون کن جا لباسی خیس نشه فقط من سری برم یه دوش بگیرم و بیام حواست باشه اگه زنده زری اومد دم در بهش بگو آقا دوماد رفته یه تیپ حسابی بزن و بیاد آخه دایی چه زیبا این کله کچله میخوای تیپ بزن حالا میبینی
بیا اینم بذار سره. یک دو سه به چپ چپ عقب گر. یک دو سه چپ به چپ چپ. چه بوی بدی میده. آره چه زوری با این لباس رو میخواد تیپ بزنه بره پیش زندار. میگم بیا تدایی تو همون لباسش بشور. موفقم حسابی خوشحال میشه. سوختم سوختم. این آقا با موضوع از سرک و بچه محکم پا آده فشار بده که خوب شسته بشه. باشه اینقدر بود نری. باید حسابی کف کنه. خودم دیدم ماما اینجوری لباس میشوره. فکرم باید چقدر خوشحال میشه این فهمه ما لباسش شستی. آره حسابی خوشحال میشه. محکم پا آده فشار بده. وای اینا دیگه کجا بودن؟ چه خراب کاری؟ حالا چی کار کنی؟ برگ مرخصی شهری؟ مادر مرا ببخش. مادر بزرگ 3 ساله فوت کرده. یعنی دایی هنوز بهش نامه می نویسه؟ فاق نه اینو ما کسی بخونیم. خب یه های نیگان بهش افتاد. نباید دایی متوجه این موضوع بشه و نه پوست از سرمون می کنه. آره ولی چی کار کنیم که دایی نفهمه؟ فهمیدم. اول بیا در هم ما رو دایی ببندیم آبگیم خرابه تا یه جوری اینا رو خشکشون کنیم. میگم سوهه کارمون خطرناک نباشه. نه چه خطری؟ در خودش از اون بر در بسته. مگه اشکالی داره از این برم بسته باشه؟ نمیدونم. حالا چی کار کنی؟ اول لباس را آفتاب میکنیم تا خوش بشن. برگ مرخص یا پولا هم یک کاری میکنیم. فایده ای نداره. به این زودی ها خوش نمیشه. فهمیدم. چیا؟ اوتو دیگه. خودم دیدم مامان لباس اینم داری بابا رو هر وقت عجله داره اوتو میکنه تا زود خوش بشن. آفر برابرگو هم یه فکری دارم. واکن سلام زن
آمده ای؟ سلام سوهل جان، ماما خونه است؟ نه بابا واسه خرید رفته بیرون. خب این کاسه آشو بگی بذار تو آشپزخونه. از دایی منصور چه خبر؟ نگفته که امروز میاد؟ نه یعنی آره. نکنه اومده؟ نه ولی فکر کنم امروز بیاد. مگه خبری داری که امروز میاد؟ نه گفتم شاید دلش واسه شما تنگ شده باشه، مرخصی گرفته باشه، ولی الان جایی گیر کرده باشه. آدیر میاد. گیر کرده باشه؟ یعنی کجا؟ نمیدونم، گفتم شاید اگه دایی منصور اومد میگم شما اومدی. ممنون، خداحافظ. سو کسی شد تو با حس غرورت منو در من خب سهیل حالا چیکار کنی؟ نمیدونم دیگه، بدتر از این نمیشد. در همون رو دایی واز نکن، دایی هم هرچی سلزد جواب نده، هرچند زنگ در زد در رو وا نکن تا هم برم لباسه بدم به بابا محسن یه جوری درستش کنی. نه من تنها میترسم. تنها هم نیستی، دایی هم هستی که باشه، ولی اگه بابا و مامانو بدن چی؟ نه تو اونو برسن، من برمیشتم. من نگفتم من باشه پس زود بیا. این شکلات ما نیست. من گفتم اینا نیست. شما شنو دیم بابا کنید. نشده. بذار ببینم، بذار ببینم. بیار بالا پاتو. خم کن. بیار بالا. کوفته شده. چیزی نیست. خدا خیلی بهت رحم کرده. میتونی بلند شی؟ بلند شو. وای! پیرنه دایی! نه اینتونم نفس نکشم. سهیل! شنیدی؟ نه. آخه من همه دارم اصلا هیچ صدایی نمیاد. در واقع صدا رو خوشه. بریم آقا، نه الان من یه صدایی میشنوم. چیه؟ گوش بدین.
صدای دمپاییه، میگه اگه کسی بی اجازه بره به چیزی دست بزنه خطرناکه. چه میدین شما؟ آقای مجدی دمپایی که صحبت میکنه علکی میگه چه اجازه خفه میشم این تو؟ شما چیه؟ شما؟ بره ببینیم فامیل دور چقدر گوشاش میشنوه. فامیل دور شما شهری ما لباسش شستیم اومدیم با او تو خوشکش کنیم که اینجوریش آسینش از بین رفته. فکر کنم باید کل نمست. بابات که میاد؟ بابام پیش پای تو رفت جای کارش. به من گفت بمونم تو مغازه مواظب باشم مشتری ها میان لباساشون رو ببرن. فکر نکنم به این زودی ها بیاد. میخوای من برای درستش کنم؟ نه ممنون، نمیخوام از این که از بدتر بشه. منتظر میمونم تا بابات بیاد. باشه هر جور راحت. سلام. آقا بفرمایید لباس تو مامان است. نه آشپزخونه همه درا بسته. بذار تو من کوشش بذار. آخه میدونی که بابام نظامیه بازنشست است، واسه همین خیلی بهمون سخت میگیره. قبل نام زدی که میگفت اومد باید در هر شرایطی پرستیژ داشته باشه و منظم باشه. الانم که میگه آقا منصور باید سربازیش تموم بشه و بره سر کار. جالبه. حالا این آقا منصور پرستیژ داشت یا نه؟ وا اگه نداشت که بابام قبول نمیکرد. مهم این است که پسر خوب خوش اخلاقی باشه. آره خدا رو شکر پسر خوبی است، ولی الان مشکلی یه چیز دیگه است. چه مشکلی؟ از پادگان تماس گرفت گفت امروز هر جوری شده است میاد، ولی نیامده است. بعدم بابام میگه مرد اگه سرش بره قولش نمیره. خب حتما مشکلی براش پیش اومده است که نتونست از امرو بیا. شاید فردا بیا. نه امروز باید بیاد. آخه چرا حتما امرو باید بیاد؟ آخه امروز تولدمه، برای همین میگم باید بیاد. مبارک باشه. پس بگو چرا دیر کردس. چرا؟ خب رفتس برات هدیه تولد بخرت دیگه. حتما دیگه کم کم پیداش میشه. آره پیداش شد. میگم ها من باید برم بابا، مگه ببینه داریم حرف میزنیم ما دعوام کنیم. میگه کوچه جای حرف نیست که برین تو خونه. خداحافظ. جانی صحه صحه جا بریم نمیتونی بریم یه حال بده برو. برو جانا با کی دعوا میکنی؟ برو دیگه من نمیرم. اونهای در بسته نمیشه. سب و سب و یه صدای دیگه. این صدای این صدای اونا رو داره میشنده. گوش کن گوش کن. ده 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 سوهی سوهی این هم صدای بقری بونه هست. خب در باشه رو بسته نمیشه. هر بار که باز بکنه باید 25 بار بکو بزنه. نمیره درست بکنه گونده شدونده. صدای درا رو بگیر. صدای درای دورتر هم میشنویم. بدای خوده بچه ها گوش بدیم بریم تا کجا صدای در میشنویم. صدای در خیلی دورتسته. یه خوره باد و صدای برف رو بریم. یا فهمیدم بسارم میشه کمکم کنی از این خیابون شلوغ رد شم؟ آخه از بس شلوغه و ماشینا تون میرن میترسم بزنن به. آخه من که دیگه پای راه رفتن ندارم عزیز دلم. درد نکنه مادر جان، انشالله به مرادی که برسیم. ای آقا
که اصلا کار نکردی. تازه چادر اعظم خانومم که قبول کردی. دست شما درد نکنه. نمیدونم چرا اصلا دست و دلم به کار نمیره. فکری بعد به دلت راه نده. یه وقتی کاری براش پیش اومده آخه نظامیه. یه وقت آماده باشی چیزیه. نه ماما، امروز که رفتم در خونه تاره خانم اینا آش ببرم، یه جفت پوتین تو ایوون خونشون دیدم. من فکر میکنم منصور اومده خونه خارشو خودشو داره از من قایم میکنه. حالا چرا؟ من نمیدونم. نه ماما، این فکر داره نکن. تا اونجایی که من میدونم و الان برای دیدنی تو با دلش پر میکشه. آخه چرا باید این کارا بکنه؟ چایی دو بخو. شایدم من اشتباه دیدم. خانم این سوهل نیست؟ نه، سوهل که خونه است. خودش خوب نگاه کن آقا، با وقت ما پیاده میشیم. چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ پا چی شده؟ سمانه کجاست؟ گریه نکن چده؟ چه گریه میکنی؟ صدای چیه؟ صدای سگه؟ سمانه یه چینا؟ سگ بود؟ آره؟ سگ بود از تو خونه بی بی رد شد. شما میتونه توی خونه وقتی بیکار هستین این بازی رو با هم دیگه انجام بدید. دستتون رو ببینید چرا. سلام دارنگ میله. شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید. بچا یه صدایی داره میاد. چیه؟ آره صدا میکردم. گفتم کلا قرمزی پسرم بابای فامیل دور نشنیدین؟ من همه اینا رو شنیدم. فامیل دور نگفتی؟ فامیل دور نگفتی؟ سوهی من پسر همه تو گفتی شنیدم. شنیدی؟ اهمیت نداده. سوهی خب ما امروز میخواییم راجع به شنیدن صحبت بکنیم. داری چی کار میکنی؟ خطرناکه. چرا چایدنی میخوری یخ که؟ یه وقتا تو زندگی یه اتفاقای میفته که پیش بینی نشده است. همین بابات دو سالت که بود یه روز صبح بلند شد گفت میخوام برم امرو نونی داغی تازه برای صبحونه بگیرم و بیام. مام که تلفن نداشتیم به همون نومانشون رفت. سه روز بعدش اومد خونه. او وقتی اومد شما هم هیچی بهش نگفتی. چرا؟ گفتم بهش نون گرفتی؟ میگم و میخوای یه بار دیگه بری در خونهشون؟ برم چی بگم؟ اصلا رفتارهای سوهلم مشکوک بود. کاسه آشا بگو میدم کاسه آشا ببرم. اصلا میخوای من برم؟ نه خودم میرم. خوبه دیگه دست گل به آب میدین. نمیخواد گریه کنی. بلند شو ببین میتونی کلید کمد لباسه منو پیدا کنی؟ چشم دایی جون. کیه؟ فکر کنم سهیل باشه. بلند شو وایسه. لباسه بابات کجاست؟ اونجا تو اون کمد. کیه؟ باز کن منم زریم. سلام زندایی جون. سلام عزیزم، خوبی؟ خیلی ممنون. گریه کردی؟ نکنه با سهیل دعوت شده؟ نه طوری نی. مامانت هنوز نیومده؟ نه هنوز. اومدم کاسه آشو ببرم. اما ما که هنوز ظرف دونه خالی لن کردیم. مامانم که اومد میدم
سرم از دستم بیفته بشکن. نه اشکال نداره، خودم ظرفو خالی میکنم. یه بوی نمیاد؟ نه چه بویی؟ بو سوختن پارچه است. نه شاید باید سطل آشغاله میذارمش بیرون. سهیل کجاست؟ رفته تو کوچه دو چرخه بازی کنه. میگم سمانه جون، اون پوتینا که تو ایوونه مالی کیه؟ مالی بابات که نیست. نمیدونم، شایدم مالی بابام باشه. بدبخت شدم. من میرم، خداحافظ. دایی دایی کجایی؟ رفت؟ آره بیا بیرون. برای چی میخندی؟ آخه خیلی وسط گشاده. زری خانم چی کار داشت؟ اومده بود خواست آشا ببر. چیزی از من نپرسید؟ نه ولی فکر کنم شک کرده بود. آخه به دور رو برنگاه میکن. بینو بگیر یه دقیقه همینجا بمون، دست به چیزی هم نزن. من برم دنبال سویل ببینم پیرنمو چی کار کرده. پس مگه نمیخواستی بری زندای زریه ببینی؟ با این وضعیت؟ اوه اگه مرخصی داییه اینجا چی کار میکنه؟ سلام همم، سلام هم جی. سلام داداش، چجوری اومدی بیرون؟ سلام سرکار، این چه قیافه ایه؟ سلام خندم داره دیگه، ببین بچه ها چه بلای سر من آوردن؟ اینجا چه خبره؟ بذار ببینم اینو. چی شد؟ لباسو درست کردی؟ آی خدای من، این لباس منه؟ با این وقتی کم غیر ممکنه. باید با همینو برگردم پادگان. اینطوری فقط تنبیه میشم، ولی اگه دیر برسم حتما بازداشت میخورم. چند روزم اضافه روش. پس مگه نمیخواستی زری رو ببینی؟ باید برای زری خانوم توضیح بدی. اگه بفهمه اومدی و نرفتی دیدنش که بدتره. تازه به یه قرار نیست قول قرار عروسی رو بذاری. ای بابا آقا محمود، یه حرفایی میزنی ها. با این بابایی که زری داره مگه میتونم اینطوری برم خونهشون؟ پیش پای شما هم یه سر رفتم دم در، بفهمی نفهمی یه جورایی منو دید. خب اتفاق دیگه، ممکنه واسه هر کی بیاد. آره دیگه اتفاق. شما دوتا برین تو که اصلا حوصله‌تون ندارم ها. هر چی میکشم از دست شما دوتاست. بالاخره برای یه کاریش کرد. چندی وقت داری؟ دقیقا یه ساعت و نیم. باید زودتر برم. از اینه که لباس نظامی میفروشن یه پیرهن بخرم خودمو برسونم پادگان. به یکی از همخدمتیام هم قول دادم یه سر برم در خونهشون یه کاری واسش انجام بدم. شانس بیاریم که خونهشون عوض نکرده باشن. خونهشون کجاست؟ همین نزدیکی ها تو محل خودتونه. بدتر از همه کادوی تولد زری جا گذاشتم تو ماشین یه پیرمرده. بدبخت شدم. امروز اصلا انگار روز ما نیست. همه شخصی رو مانی، شخصی رو این زنده ای زری هم هستی که
اگه نیومده بود زنگ در بزنه همه چی طبق نقش پیش میاد. لباسم نمیسونه. نه خیر آقا، پس لباسا که بردی پاره کردی چی؟ مثلا گفتی میدم خیاط درستش کنه. چرا زودتر به فکرم نرسید؟ چی؟ این که زندای زری خیاطی بلده، کارش هم خیلی خوبه، از دانشگاه یاد گرفته. زندای زری نفهم من اینجا ما. نه میگم زندگی زری هم توی لباس درست کنه. آره راست میگه، رو پوش مدرسه هم اون دوخته. مگه نه مامان؟ کسی از شما دوتا دیگه نظر نخواست، دیگه هم اوضاع رو بدتر از این نکنین. اتفاقا بدم نمیگن، همسایه‌ها لباس پسرشون رو برای کوچیک بزرگ کردن میبرن پیشش. اصلا چطوره بگیم کلن آستینش رو عوض کنه؟ آه؟ نمیشه خواهر من. اولا که لباس من اتیکت داره، بعدشم اگه زری این ماجرا رو بفهمه خیلی بدتر از اینا میشه. خب اتیکت رو جدا میکنی. راست میگه، من اتیکت رو میکنم و میبرم میگم لباس پسر یکی از همسایه هاست، عجله داشت، به من گفت حالی که شما باشون آشنایی خواهش کنین تو این وقت کم سری درستش کنم. فکر خوبیه، خودت هم نمیخواد بری، اینطوری دیگه تنبیه هم نمیشی. میتونی به فرماندهتون بگی هفته دیگه دوباره بهت مرخصی بده. آره فکره. هرچی فکر میکنم به نظرم امروز این آقا دومادی شما رو دیدم، اونم با یه لباسی که اصلاً در شأن یه نظامی نیست. اشتباه میکنی مرد، زری هم امروز هیز این فکر رو میکرد، ولی وقتی رفت کاسه هاش رو بگیره فهمید هیچ کس اون زنید. اصلا دادم وقتی صبحی هر روی صبح این ذهنش در گیری موضوعی باشه دا دائما فکر میکنه که اتفاقاتی اطرافش هم با اون موضوع رفت داره. ولی ماما، بله، این همه سال ما آقا محمود اینا رو میشناسیم تا حالا ندیدیم پوتین پاشون کنه. بعدم اون شغلش اداریه، کارمند که پوتین پاش نمیکنه. آخه مادر این که دلیل نمیشه، اومدی این پوتین امالی یه دوستی آشنای کسی باشه خونه آقا محمود های ناجا گذاشته. آخه یه طرفه میریم قاضی راضی هم برمیگردیم. یه نظامی همیشه باید مرتب باشه، لباسی ترتیب تمیز بپوشه، سر و سینه صاف و استوار قدم برداره. اصلا طبق قواعد نظام استوار شما وقتی رو برده که یه نظامی باید اینجور باشه یا نظامی باید اونجور باشه. اصلا قرار نیست که آقا منصور نظامی بشه، اون امریه داره. بعدی دوره آموزش شمیش شالا به امید خدا میره تو اداره سری کاری که تحصیلاتش داره. ببین کی است میده. اومدم. سلام آقای محبی. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ به حمد الله خوبم. آقا محمود خوبه ان شاءالله. بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید زری جون خونه است؟ بله، ولی دم در که بعد است. بفرمایید تو. با اجازه. بفرمایید. زری دخترم. فکر کنم سر این پارچه را داشته باشم. اه چه خوب. اگه میشه کلن آستینش رو عوض کنین کارش را بیفتد برد پادگان. راستی بابت آشم دست دون درد نکنه. گفتم سلیقه این آقا داداشم حرف نداره با دست پخت دونم مثل خیاطی دون عالیه. ممنون، ولی آش مامانم پخته بود. خب زیاد فرقی هم نمی کنه، شما هم دست پخت دون به خوبی مامان دیگه. میگم طاهره خانم، آقا منصور به شما خبر داده بودن که امروز میان. چطور مگه؟ آخه چند روز پیش از پادگان زنگ زدن، گفتن که هر جوری شده جمعه مرخصی میگیرن و میان. از صبح منتظرشون بودم ولی نمیدونم چرا نیومدن. آخه قرار بود راجبه تاریخ عروسیمونم حرف بزن. داداش منصورم یه زری خانم میگه، صد تا زری خانم از دهنش میشنوی. اگه به خاطر فوت مادرم نبود مراسم عروسی دونو زودتر از اینا برگزار میکردیم. طفلک مادرم بعد فوت آقام تو تهرون چقدر آرزو داشت دومادی منصور رو ببینه که عمرش کفاف نداد. خدا بیامرزتشون.
منصور آدم بدقولی نیست، حتما کاری واسش پیش اومده که نتونسته بیاد. اگه براشون کار پیش اومده بود خب یه زنگ میزدن و میگفتن نمیتونن بیان. از صبح یه زنگم نزدن، دل واپسم. خب لابد نتونسته تماس بگیره. خودت که بعد بهتر از من بدونی، بالاخره خدمته دیگه. حالا تو خودت نگران نکن، حتما تماس میگیره. خدا کنه کاش این دوره آموزشش زودتر تموم بشه. تموم میشه ایشالله. منظورم که امریه گرفته، صبح تا ظهر میره اداره سر خدمتش، بعد از ظهر میره سر کار. ایشالله چشم به هم بزنین، عروسی کردین رفتین خونه بخت. خیلی خوب شد، دقیقاً مثل روز اولش شد. من دیگه خیلی دیرم شد، باید برم. خیلی بد شد زری خانم، هم دلتنگت بود و هم نگران. خواهر به خدا دلتنگی منم کمتر از زری خانم نیست. یه وقتی این حرفا نیست منصور جون، بودو که دیرت نشه. چشم به روی چشم آقا محمود، شما هم اگه یه مقدار ورزش کنی بدک نیست. این حجمه رو یه ذره کمش کن. زنده میگفت که دایی اومده بود، تقصیر ما بود که اینجوری شد. بله اگه بفهمه حتما از دستمون ناراحت میشه که بهش نگفتیم دایی اومده. خب دستمون ناراحت بشه بهتر از اینه که با دایی قهر کنه، عوضش میفهمه که تقصیر دایی نبود. میگم چطور خودمون بریم به زندای زره بگیم که تقصیر ما بوده، ازش معذرت بخوایم. خب آخه چه جوری چی بهش بگی؟ نمیدونم، بعد فکر کن. با مزیگی بچه‌هاشم به خودش رفته. شما هم دیگه اینقدر قیافه نگیرین، بودیم یه بغل دایی ببینم. به به چی گلایی. بیچاره دایی چقدر ناراحت بود. آره بیچاره زن دایی که تا شب منتظرش میمونه. کاش یه راهی بود میشد اونا امروز بتونن هم دیگه رو ببینن. اینطور دیگه دایی هم بدقولی میشد. آره ولی چه راهی. دایی منصور سر باز بود، با میرفت پادگان. چرا؟ راستی سهیل، بابای زن دایی زن نظامی بوده. خودم چند بار تو مهمونیا شنیدم بهش میگن استوار محبی. خب که چی؟ بگیم پارتی بازی کنه به فرمانده دایی نبگه بذاری دوباره بیاد مرخصی؟ نه به این باش مشورت کنیم، بالاخره اون نظامی بوده، شاید یه راهی باش. بریم ولی فکر نکنم از دست اونم کاری بر بیا. فقط باید حواسمون رو خوب جمع کنیم، تایی باش حرف بزنیم که نفهمه ما برای چی این سوال رو ازش میپرسیم. فهمیدم. میگیم معلم ما میگه آدم وقتی درباره چیزی معلومات زیادی نداره باید از کسایی که معلومات بالایی دارن تحقیق کنه. ما هم داریم همین کار رو میکنیم. فقط باید یه جوری بریم که بابا و ماما متوجه نشن. اگه نه با این اتفاقاتی که امروز افتاد اصلا نمیذارن بریم در خونه زندایی. ببخشین کجا تشریف میبرین؟ ما میریم تو کوچه با بچه ها بازی کنیم. مگه درس مشق نداریم؟ مشقمون رو نوشتیم، درسمون هم خوندیم. خب برین ولی زود برگردین. چشم. سلام مادر، منزل کامران و عقباطلب. سلام مادر. مادر در باز کنید، من از کامران براتون خبر آوردم. دیگه چی کار کردی؟ امروز باید سرمو پیش کی خم کنم؟ خجالت بکشم. نه مادر، امروز دیگه باید سرتو بگیری بالا. من هم خدمتی کامرانم، منصور عزیزی، اون منو فرستاده پیش شما. خدمت؟ آره کامران گفت به مادرم بگو دیگه خودم هم از این وضعیت خسته شدم.
از این به بعد میخوام مثل آدم زندگی کنم. واسه همینم اومدم خدمت سربازی تا کارت پایان خدمتمو بگیرم و برم یه جا مرد و مردونه وایسم کار کنم. دیگه هیچ وقت پام به کلانتری نرسه. بفرمه. ببخشید که اینطوری شده. سواد دارین؟ آره مادر. در حدی که بتونم نامه پسرامو بخونم سواد دارم. دیگه بقیه چیزا رو خودش نوشته توی نامه. فقط یه آدرس پادگان هست. اگر تونستید یه سر بهش بزنید خوشحال میشه. مادر من دیگه خیلی دیرم شده. ببخشید. با اجازهتون. گفتی اسمت چی بود؟ منصور. منصور عزیزی. عزیزی. خیلی خوشحالم کردی مادر جون. انشاءالله امروز به مراد دلت برسی. آره فعلا که رسیدی. چی؟ هیچی. ببخشید مادر. با اجازه خداحافظ. اومدن زن داره دونه ببینی؟ بفرمایی تو؟ نه نه با خودتون کار داشتی. با یعنی چند تا سوال داشتی. از من؟ خب من در خدمتتونم. دونم بفرمایی تو؟ نه ممنون همین تا خوبه. آقای محبی؟ بله. چرا یه نفر که سربازه به اجازه نمیدن که هر موقع میخواد بیاد خونه خونوادشا ببینه؟ آها خب اگه هر کی هر موقع بخواد از محلی خدمتش خارج بشه که نظم پادگان به هم میخوره. برای همین پسرا میرن سربازی که مرد بشن و بفهمن تو زندگی باید نظم داشته باشن و هر روز برای خودشون برنامه داشته باشن. یکی از قوانینی که باید رعایت کنن اینست که تو دور آموزشی تحت نظارتی فرماندهشون یه سری تعلیمات نظامی ببینن که اگه یه روزی دشمن خدای نکرده خواست به این کشور حمله بکنه بدونن چطوری باید باش مبارزه بکنن. برای همین نمیتونن هر وقت دلشون خواست از پادگان بیان بیرون. خب اگه یه نفر که سرباز خواست برای کار مهم خانوادش رو ببینه فرماندهشونم بهش اجازه مرخصی نده باید چی کار کنه؟ آه. تا چه کاری باشه؟ خب مثلا خیلی مهم باشه که یه نفر رو ببینه. خب اگه خیلی اون کار مهم بشه و فرماندهشونم مرخصی بهش نده میشد خواهش کنه که اون دیدنش بره؟ خب مثلا اون یه نفر میتونه بره در پادگان رو بگه میخوام بدون سربازا رو ببینم؟ خب البته هر کی که نه اون شخص باید با اون فرد یه نسبتی نزدیک داشته باشه. مثلا پدر، مادر، خوار، بردر یا همسر. حالا سوال رو هر چیز به همه پرسیم؟ داریم تحقیق میکنیم. معلم ما میگه آدم وقتی درباره چیزی اطلاعات کافی نداره باید بره کسی که اطلاعات کافی داره تحقیق کنه. ما هم داریم همین کارا میکنیم. حالا چرا راجع به این موضوع تحقیق میکنی؟ همین جوری. خیلی ممنون که به سوالاتم جواب دادی. خدا 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 حافظ. تحقیق. خب حالا چی کار کنیم؟ معلومه دیگه. حالا که دایی نمیشونه پادگان بیاد بیرون ما باید یه جوری زندگی ببریم پادگان. آره ولی چه جوری؟ خوبه خودمون بریم بهش بگیم.
میگم بهتر نیست بابا با مشورت کنیم؟ نه ممکنه موافقت نکنه. خب به مامان میگیم بابا با مشورت کنه، شاید قبول کنه. سهیل ببین کیه دمیدم. بله بفرمایی. سلام و علیکم آقا پسر مهربان. ببخشی آقا پسر، اینجا منزل آقای منصور عزیزیه. بله چیکاره شدید؟ والا اینو تو ماشین من جا گذاشته، میدانم خیلی به اون احتیاج داره. آدرس اینجا رو از این کلپزی سیدزیا گرفتم، گفتم اینا بهش بدم خیلی خوشحال میشه. برو صداش کن اینو بدم امانتش پس بده. بابا یه دقیقه بیا. چی؟ نکنه تو پسر منصوری؟ نه منصور داییمه، داییمم سرباز. آها دایی، بله دایی، دایی خواهم، دایی جان سنه گربان دایی. سلام علیکم. بله بفرمایید. الو بفرمایید. خدا ببخشید ها مزاحم شدم. به هر حال لطف کردین که این جعبه رو برام آوردین. راسته که میگن تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. ولی گفتم که پیش پای شما آقا منصور رفتم پادگان. بالاخره یه حکمتی در کار بود. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم به آقا منصور سلام برسان. امید خدا. ببخشید همون چون جانم آقا پسر مهربان، میشه یه خواهشی از شما کنم؟ خواهش کنم بفرما پسر جان. میگم حالا که تو اینجا اومدید میشه یه کاری بکنی؟ چی کاری؟ هر کاری از دست من برده برای شما خوشگلا نازنینه انجام میدم. بفرما. میگم مادر ایمون اومده بود ما رخ از شهر ما لباس شستی با او تو سوزدی. اوه بابا این که کاری نداره، درست میکنم همچین درست میکنم. میریم دیدن دایی. دفعه بهش گفتم جوراباتو اینجا آویزی نکن. کجا جوراگی بردو؟ در حال بزرگواری کردید. زلاب سرکار استوار راضی شدید.
بله، قصه از این قرار بود که پدرمون واسه دون تعریف کردن. اما جناب سرکار استوار، این ماشین من یه ببینی فقط کوچولو کوچولو داره، استارت نمیخوره. اگه ممکن باشه یه هم فرماندهشون حرف زدم. قرار شد اجازه بده تا چند دقیقه دیگه بیاد دمی در. خب عالیه. خانم بساط چای وسط اون چمنا علم کن. آقا دامادم کم کم پیداشون میشه. چشم آقا محمود. گل خانم این به یا فارم تزدگی لطو یلاتین. گل خانم این به یا فارم تزدگی. بله کاملا حق با شماست آقا منصور. البته این تعهدی شما قابل ستایشه. به نظری من هر نظامی باید تعهد داشته باشه. اصلا خودی من طبق قواعد بابا. بله خوبه دیگه. خب نوبتی هم که باشه نوبت کادوی تولده. منصور جون زود باش. آره دایی زود باش. اسم در حال ببخشید قابلی نداره. ممنون دخترم تولدت مبارک. دست شما هم درد نکنه پیرمرد. چه؟ پیرمرد؟ من نگدر نگدر کجا اولسام دا دیرم من زبانا چرگی گیمرم من یامانا یاخشی دیمرم من یامانا. به هر حال آقای جوون لطف شما بود که ما همه دور هم جمع شدیم. دست شما هم درد نکنه. یاد داری زبا تا این مطور دل من روشن کرد. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. دستتون درد نکنه. بفرمید بفرمایید دهانتان را شیرین کنید. مبارکه. دست شما درد نکنه. به قول یه بزرگی رفتن همیشه رسیدن نیست. من که خیلی منظورتون رو نفهمیدم. البته راهی هم جز رفتن نیست. آقا منصور میگم شما دیگه بهتره برگردیم مقردون. راست میگی.
آماده باشین. لبخند لطفاً. یه دونه دیگه. Thank you.